قدرمنو لیدونکو ستړي مشي مننه خوشاله اوسه چې ژوندون ګوري بیا هم د هیلو بڼ خپرونه ته خراغلی زه سهار ګل سهار يم بیا به هم په دې خپرونه کې یو اتل معلول درو پیژنو نو مننه خپرونه د پایتر شیبور سره وګوري او به ګوري چې زمونږ د نننې خپرونه میلمه څوک ده را سره پات شي زندگی نامه عبدالجلیل شیرزاد عبدالجلیل فرزند محمد یونس نواسه جمعه خان در سال 1375 در ولایت غزنی چشم به جهان کشود وی از ابتدا یا همان اونی کودکی نابینا می باشد بعدن او به همکاری دکتر با اسم مهاجر به لیسه مسلکی نابینایان واقع دارالامان کابل رهنمایی میگردد و در سال 1383 در لیسه متذکره به فراگیری دروس ابتدایی میپردازد او در جریان سپری نمودن دوره لیسه زبان انگلیسی را به صورت کامل آموخت و پس از سفری کردن امتحان کانکور بعد از یک سال تاخیر به دانشگاه کابل را میابد. در آنجا با ادامه تحصیل به درجه لیسانس پرداخته. نام برده با تکنولوژی علاقمند بوده در یکی از دانشگاه های خصوصی به فراگیری رشته کامپیوتر ساینس پرداخته و به دو رشته ادامه میدهد. وی در سال 1398 ازدواج کرده است. در فعالیت های فرهنگی نیز علاقمند و عضو فعال در انجمن ملی نابینایان افغانستان است. او تفریح و سرگرمی را دوست دارد و با موسیقی نیز علاقمند است. و گاهی می نوازد و می خواند. محمد یونس از طرف پوهنتون و فعالیت های زیاد خود تحسین و تقدیر شده است و فعلا هم در تلاش زیاد است که به جامعه و خانواده خود خدمت مصدر شود. لیدونکو تاسو د عبدالجلیل شیرزاد ورور لند پیژندګلوی ولیده نو دغه ده نن په خبرونه کې د سره مخامخ يم نور به د سره په خبرونه کې تاسو وګورئ عبدالجلیل ورور تاسو خراغلی ستړي مشه چې نن د هیلو بڼ خبرونه کې را سره یې سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندای عزیز تلویزیون ژوندون عبدالجلیل جان تاسو ندیر مننه خوشاله اوسئ چې دغه د خپل کور کې تاسو مصاحبه لپاره یا د مرکه لپاره آماده شوي پیل بلدی وکړو شیرزاد جان وروره چې د خپل معلولیت نه براته وای څومره وخت کیږي تاسو معلول یې بله تشکر بسیار خوش آمدین صفا آوردین و خدمت شما عرض کنم که ما از رحم مادر نابینا بودیم یعنی نابینای مادرزاد بودیم تقریبا فعلا که ما 25 ساله هستم 25 سال میشه که من نابینا هستم لیدونکو ماشاءالله شیرزاد ورور ډیر تر او تازه پاک او سوتره یعنی د دینه دا معلومیږي چې لوړی هلی لري لوړ امیدونه لري نو موږ په داسې معلولینو باندې ویاړو لکه شیرزاد ورور شه دا نو ماشاءالله شیرزاد ورور خوشاله اوسې چې را سره یې دې ته برا شو چې یو څوک چې معلول شي نابینا شي یا لاسنی یا خپنی نغه بیا نه هلی شي وای زنه شم کولای تاسو څومره مبارزه کړی په دې 25 کالونو کې کدي زده کړو نه راته وایي کدي خپل هنرونه نه راته وایي په څه باندې تاسو بوختی هستی بله شما دقیق میفرمایین که معلولینه که دست خود از دست میتن پای خود از دست میتن و یا بینایی خود از دست میتن بعضیشون بسیار مایوس میشن که ما چرا مثلا به این معلولیت دچار شدیم و چرا این معلولیت سر دچار ما شد و ما از زندگی خود رنج میبرند بعضیشان ولی رای امیدی هم وجود داره ما باید هیچ وقت خود از دست ندیم و ایره نگوییم که ما هیچ کار انجام داده نمیتونیم هر موفقیت نیاز به تلاش داره یعنی انسان باید تلاش بکنه زحمت بکشه کار بکنه پشت کار داشته باشه تا بتونه یک زندگی برای خود بسازه و زندگی مرفوع داشته باشه و در آسایش زندگی بکنه من خودم شخصا مکتب در لیسه مسلکی نابینایان در واقع در دارالامان در اونجا تمام کردیم
صنف 12 را و شامل امتحان کنکور شدم و بعد از او بعد از سپری نمودن امتحان کنکور شامل دانشگاه شدم که فعلا در دانشگاه کابل مصروف درس خواندن در رشته زبان ادبیات فارسی دری هستم و گذشته از او من یک از انستیتوهای شخصی به نام انستیتوت شهره در اونجا کمپیوتر ساینس هم میخوانم. خوشحال اوسه شیرزاد ورورا، مننه کو او کده هم راتو وای زندگی دی څنګه تیریږي، ژوند دی څنګه تیریږي، د پامیل سره کور کې یاستی، څورونه یې څنګه مو زندگی ده، او که تر اروسه یا د خوښۍ پورې راته ووایئ چې تاسو واده کړی، واده مو نه ده کړی، که په دې مورد راته ووایئ. تشکر شما. در قسمت زندگی خود ما باید بر شما بگویم که ما فرزند بزرگ خانواده خود هستم و ما شش برادر دارم که به شمول خود میشه هفت برادر و گذشته از او چهار خواهر دارم، پدر و مادرم هستن و سال گذشته ما ازدواج کردم که حاصل ازدواجم یک دختر هست. بله، منن کدر تو وای چی دستاسو دا کوم ژوند زندگی چی ده، تاسو دغه خرچه څنګه پیدا کوي، دستاسو دا ورځنی ژوند څنګه تیریږي، یعنی دستاسو عاید څنګه راځي، د کومې لوري دی؟ باید بر شما بگویم که ما خو فعلا مصروف درس ها هستم و مصروف درس و تعلیم هستم، دانوز کدام وظیفه مشخصی که باید پیش ببرم ندارم و تلاش به این میکنم که تلاش دارم که یک وظیفه پیدا بکنم. فعلا خرج و مصرف مرا پدر جانم تامین میکنه و خرج و مصرف فامیل مرا همچنان اونا میپردازن و مصرف پنتون مرا همچنان اونا میپردازن. دا برا ته وای تاسو د کابل پوهنتون کې دری ادبیات لولی، لدی زای چې زی لری ساحه ده، مغه څوک مو مغه تر ټولګی رسوي، تر سن په مڅوک رسوي، او د تاسو دغه ټولګی چې ده لوړ د خکته ده، نو د غزده کړی تاسو په څه ترتیب مخته وړی؟ خدمت شما عرض کنم که درست است، شما درست فرمودید. ای جایی که ما زندگی میکنیم فعلا از دانشگاه کابل بسیار فاصله داره و فاصله دوری است، یعنی دو مسیر موتر میخوره که تا ما به اونجا برسیم. در روزهای اول که من وارد دانشگاه شده بودم، وقتی که از این حرکت میکردم، در رفت آمد راه مشکل نداشتم، چون من در شهر کابل در هر قسمت و نقطه‌ای که بخوایم میتونم تنها حرکت بکنم. تنها نابلدی ما که بود برای من مشکل بود، محیط خود اما دانشگاه بود که در داخل خود دانشگاه من با بعضی مشکلات سردوچار می شدم که راه را گم می کدم، یا که وقتی که داخل دانشگاه حرکت می کدم اما صنف خود درست پیدا نمی تانستم، چون دانشگاه کابل یک دانشگاه بزرگ است. وقتی که ما از دروازش داخل می رفتیم راه را پیدا به درستی نمی تانستیم و از دوستایی که در اونجا محصل بودن از اونا کمک می خواستیم که ما را راهنمایی بکنه به صنف ما، چون صنف ما هم در منزل دو بود. در زینایش نابلتی میکردیم در روزای اول و بعد از او بلد شدیم و راحت حال میتونیم به شکل درست از اینجا به صنف و از صنف به خانه و محیط پنتونم به شکل خوب یاد گرفتیم و آشنا شدیم با محیط پنتون، چون ما تقریبا سمستر پنج است، اونجا سه سال میشه که میریم درس میخوریم. خیلی نو ژوند په دې ژوند کې دغه کته پور ترازی، نو تاسو ته د اعلی توفیق درکړي، تاسو مبارز انسان یاستې، مبارزه کوي، خوشاله اوسئ. دا به هم راته وایي څه هیله لري چې د زده کړې به تر کومه حد ورسوي، څه غواړئ په راتلونکي کې په کومه برخه کې هیواد ته کار وکړئ، ټولنې ته کار وکړئ؟ تشکر، زنده باشین، لطف دارین شما، بزرگی از شماست و خدمت شما عرض کنم که ما امید درجه لیسانس که وقتی تمام بکنم درجه میخوایم که ماستری بخونم و بتونم از امی رشته هایی که من میخوانم، دو رشته که زبان ادبیات فارسی دری است و کامپیوتر ساینس است، یک استفاده ای را داشته باشم در جامعه خود، بتونم مصدر خدمت شوم برای مردم خود از طریق نویسندگی و از طریق کامپیوتر بعض برنامه ها را بتونم پیش ببرم در دفاتر و همچنان مصدر خدمت به فامیل خود شوم و از این طریق مصدر خدمت به جامعه و کشور خود شوم. تا
تاسو یادوري وکړه چې زه د دې ترڅنګ چې دری ادبیات لولم زال د کمپیوټر ساينس هم لولم نو دې ته دواړو ته رسیدګي کولای شي وخت ورته لري خدمت شما عرض کنم که در زندگی انسان وقتی که تقسیم اوقات وجود داشته باشه وقتی که یک پلان مشخص موجود باشه میتونه که به هر کار رسیدگی بکنه بله ما طبق تقسیم اوقاتی که برای خود ساختیم کارهای روزمره خود تنظیم کردیم میتونم همچنان به پانتون کابل برسم و میتونم به کمپیوتر ساینس و درسایش رسیدگی بکنم به خاطر از اینکه امو درسایش تایمایش متفاوت است فرق میکنه ما قبل از ظهر به دانشگاه کابل میرم و بعد از ظهر به انستیتوت شهرت اونجا کمپیوتر ساینس میخونم و میشه که ما هم درسای زیر رسیدگی بکنم برش و هم درسای از ظهر به خاطر از اینکه امو تقسیم اوقات که قبلا بر شما گفتم امو تقسیم اوقات پیاده میکنیم عملی میکنیم میتونیم خا دا چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي جګړې دي او رو خلک په امن کې نه دي د هغو ژوند سخت دروغ انسانانو بیا چې یو څوک معلول شي د هغو ژوند بیا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي که تاسو دا راته ووایئ چې تر اوسه د دې معلولو کسانو سره څه شوي دي څنګه همکاري دولت ورسره کړې ده او څنګه همکاري باید دولت دوی سره وکړي بله البته شما درست میگین که در کشور امنیت درست موجود نیست و تمام افراد کشور هر روز شاهد یک حادثه است شاهد یک انفجار است یک انتحار است و همچنان دوستای ما داریم که در این انتحارات و انفجارات معلول میشه اعضای بدن خود از دست میده و بازنشین میشه یعنی بازنشسته میشه در خانه ولی دولت افغانستان تا هنوز برای معلولین کشور توجه خاصی نداشته علل خصوص برای معلولین نابینا تبعیض واقع شده برشان که معلولین جنگی و معلولین طبیعی برشان یک فرق ایجاد کرده بین معلولین نابینا که این از نظر ما یک کار است نادرست به خاطر از اینکه معلول معلول است چی در جنگ معلول شده باشه و چی معلول به دنیا آمده باشه باید یکسان برش رسیدگی شوه و یکسان حق برش داده شوه و امی که فعلا اگر شما در جریان باشین در این روزا سر قانون کار میکنه که تثبیت قانون شوه که این تبعیض رفع شوه و ما خوشبین هستم به این کار و باید این کار صورت بگیره و در قسمت تحصیل معلولین علل خصوص نابینایان ما باید برای شما بگویم که فعلا در کابل که من شاهدش هستم ولایات درست ما اطلاع ندارم یعنی سیستم درسته که معلولین بتونه از او در پانتونا و دانشگاه ها استفاده بکنه و در مکتب خو است امکانات است که ما ازش استفاده بکنیم ولی در دانشگاه ما دچار مشکلات هستیم از قبیل مثلا کمبود چپتر به خط بریل که برای ما دولت باید این را برسانه به یک شکلی از اشکال چون در کشورهای مثل ایران مثل ترکیه ما وقتی که با نابینایانش در تماس میشیم اونا این رفاه و آسایش دارن که دولتشان کتابخانه برشان ایجاد کرده که از اون طریق میتونن به امو اهداف تحصیلی که دارن برسن میتونن مطالعات آفاقی داشته باشن میتونن مثلا برشان کار خانگی که دادن میشه به شکل گسترده مطالعه بکنن از کتاب های استفاده بکنن کتاب هایی را که وقتی به شکل خط بریل برشان موجود نباشه اونا ببرن در اونجا و از او کار بگیرن از او کتاب های بینایی را مثلا ببرن در اونجا برشان به خط بریل تبدیل بکنن بدبختان افغانستان نداره همچی یک سیستم را میگن که ما ایجاد میکنیم مطبعه ملی را سرپا میکنیم اما متاسفانه که کلش حرفای است روی کاغذ و جنبه عملی تا هنوز پیدا نکرده و ما احساس نکردیم امیدوار به این هستیم که دولت افغانستان کوشش بکنه برای قشر معلول کشور خود مصدر خدمت شوه و اینا را ما معلولین مورد حمایت خود قرار بده مورد نه ما اینو نمیگیم که ما را
برای ما مثلا بیارین کمک بتین، یا برای ما را دست ما را بگیرین همکاری کنین، برای ما پول نقد بتین. شما زمینه کار را برای معلولین فراهم بسازین که معلولین بتونه از طریق هوش و ذکاوت و توانایی و همه استعدادهایی که خودشان داره شامل کار شوه و بتونه هم مصدر خدمت به جامعه خود شوه و هم بتونه امرار معاش بکنه، فامیل و خانواده خود برایشان مصدر خدمت شوه و بتونه عیاشه و عباطه فامیل خود برسانه. ما نابینایان داریم که فعلا لیسانس هستن و سند لیسانسشان در دستشان است، دنبال کار میگرد. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت ما، دولت ما برای معلولین توجه نمیکنه. نه تنها معلولین، در حال حاضر اگر شما ببینین تمام مردم که مثلا فارغ میشن از دانشگاه فعلا بیکار هستن. به خاطر چی بیکار است؟ سیستم مدیریتی دولت ما نسبت به کاریابی و کاردهی برای جوانان متاسفانه پایین است. ما باید کوشش بکنیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم، زحمت بکشیم که به یک جای برسیم. وقتی که برسیم دولت ما برای ما زمینه کار مساعد نسازه، پس چی میشه؟ جامعه معلولیت به رکود مواجه میشه. یعنی زحمت های ما که ما میکشیم، تلاش هایی که ما میکنیم، این همهش هدر میره. و خواهش ما از دولت ما میست که بیاین کار بکنین به ادارات. اما ماده 22 حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان هم قبول کرده، امضا کرده که میگه حد اقل 30% معلولین واجد شرایط باید در دفاتر جذب شود. کو همی گپی که گفته شده، همی حرفی که نوشته شده در قانون آمده، یک تایش فعلا عملی نشده که در ادارات من نمیبینم میاله که معلولینه که واجد شرایط است در اونجا استخدام شد. وقتی که ما در اونجا مراجعه بکنیم میگه شما توانایی کار نداره. آقا شما یک امتحان چیزی عقض کنین، بگیرین ببینین چقدر معلول، چقدر نابینا، ناشنوا و معلول فیزیکی ما توانایی داره نسبت به توانایی شورا جذب کنین. قدرمن اولیدونکو ډیره مننه نن د هیلو بند په خبرونه کې را سره عبدالجلیل شیرزاد صاحب میلمه ده چې د پسترګو باندې نابینا ده نه ګوري. نو درنو دوستانو، هیلی لوړې دي، هغه د زړه سترګې بینا دي. نو له ده د میلمه پالنې نه ډیره مننه. د ده په کور کې ناست یو، دغه د دی ګورې او د ده خبرې اوري. نو شیرزاد وروره خوشحاله اوسئ. دا چې تاسو ویل چې دغه مشکلات دي، معلولین کارونه نه لري، لیسانس دي په دفترونو باندې ګرځي، څوک ورته کار نه ورکوي، د حل لارې څه شي ده؟ معلولین باید د کومو لارو نه کار واخلي چې د دولت نه خپل حق وغواړي؟ تشکر. شما بسیار نقطه مهم را اشاره کردین و گفتین که رای حل چی است و معلول باید چی بکنه. خدمت شما عرض کنم که معلولین زمانی که میخواه را پیدا بکنه در یک مرجع، در یک دفتر و یا در یک نهاد، باید خود کوشش اکثر خود بکنه. یعنی باید کوشش اعظمی داشته باشه که خود برای اون نهاد، برای او دفتر و برای او جایی که میخواد کار بکنه استخدام شوه، خود به یک نحوی ثابت بسازه. وقتی که ما ثابت خود ساخته نتانیم در یک جای بریم، حتما دچار مشکل میشیم. ما قبلا هم برای شما در گفته های قبلی خود گفتم که متاسفانه در نظام و ساختار دولت ما نسبت در راجع به معلولین مشکلاتی وجود داره. ولی این مشکلات رای حلی هم داره. رای حلش در چی است؟ رای حلش در اینجاست که امی معلولین ما، امی نابینایان ما، امی کسایی که مثلا درس خواندن، لیسانس هستن، ماستر هستن و حتی در خارج رفتن تحصیل کردن، آمدن برگشتن در کشور، اینا آرام نشینند در کنج خانه. اینا نگویند به این که ما کار را انجام نمیتیم، دولت هم برای ما کار نمیکنه. خود درست است، دولت برای شما کار نمیکنه. شما باید یک کاری بکنیم، شما باید حرکت بکنیم. ما معلولین باید حرکت بکنیم و خود ثابت بسازیم برای اشخاص و افراد و مؤسسات و دفاتر که بله ما هستیم و میتونیم یک کار را انجام بدیم.
یعنی کار ما باید روی سند ما نباشه که ما سند در دست گرفته بریم در اونجا در اون دفتر بریم و اون دفتر هم برای ما بگویه که این سند شما خریداری کردین، این سند شما با رشوت دریافت کردین، این سند با ترحم برای شما داده شده. متاسفانه میگن میگن این گپا که این با ترحم برای شما داده شده شما هیچ کاری را انجام داده نمیتونید. یعنی معلولین باید کوشش بکنه از یک نحوی از یک راه پیش بره که خود ثابت بسازه برای زو که بله آقا من میتونم این کار انجام بتونم. در چه پا افغانستان که خصوص کر حق و ولایاتو که یا پا مرکز که بعضی طولنی دی بعضی نهادون دی چه دی معلولین رو لپاره کار که یا خپل معلولین پا کرا طول شوی دی دوی خپل سمره کار کرده ده؟ بله دقیقا شما بسیار نکته مهم را اشاره کردین. نهادهای متعدد ایجاد شده در سطح کابل و ولایات ما که میگن شعارش همی است که ما از معلولین حمایت میکنیم، ما ای قدر معلول داریم، ما نهادی هستیم که معلولین پشت ما استاد است، ولی نهادهای ما متاسفانه کار ارزنده ای را که باید انجام بده برای ما انجام نداده بجز نهاد اناب. نهاد اناب چی کار کرده؟ نهاد اناب یک کار را کرد، یک کورس کامپیوتر را ایجاد کرد برای اشخاص دارای معلولیت که در اونجا بره کورس کامپیوتر بخونه و آشنایی با کامپیوتر پیدا کنم. حرکت بسیار مثبتی بود، حرکت بسیار خوبی بود برای جامعه معلولین علل خصوص نابینایان. ولی ما دمی خود کابل نهادهای مختلفی داریم. یک نهاد ما کمیال سرپای خود استاد شده، نهاد روشندلان در اصلش کسی به نام احمد علی بابای است که نهاد ایجاد کرده. او فقط کارش چی بوده؟ کارش همی بوده که بره به مؤسسات مراجعه بکنه و بگویه که نابینا ناتوان است، نابینا کس نداره، نابینا بیچاره است، بیاین برش کمک کنین، بیاین برش خیرات بدین. این واقعا جای تأسف است. این واقعا جای تأثیر است که ما نهاد را داشته باشیم و از اون نهاد بریم به نفع خود و ضرر اشخاص دارای معلولیت استفاده بکنیم. این خودش یک ضرر است. ضرر به چی معنا؟ به خاطر ضرر به این معنا که او را همیشه سرکوب میکنه و او را تشویق به این میکنه که تو بیشی خانه نشینی را اختیار بکن، خانه نشینی ده خانه بیشی، یعنی حرکت نکو، کمک برید میرسه، وکیل سایبای پارلمان برید کمک میکنه، از این طرف از اون طرف برید کمک میایه، تو دیگه کار نکو، فعالیت نکو و در کنج خانه بشی. این جای تأسف است که همچون یک کار صورت بگیره. نهاد وقتی که ایجاد میشه برای اشخاص دارای معلولیت باید کارش چی باشه؟ کارآموزی باشه برای معلولین. این معلولین باید در جایهای برن برشان اینجوها و فنا و پروژه هایی رو بگیره روی از اینا روی معلولین پیاده بکنه که اینا بتونه خودشان سر کار شوه. مثلا معلولین فیزیکی حرکت های بسیار خوبی انجام میتن، خیاطی برگزار میکنن برای بانوها که بانوهای معلول بتونن خیاطی بکنن و کارهای حرفه انجام بتن. این حرکت های بسیار مثبت است، حرکت های بسیار خوب است. من آرزو دارم و توقع دارم از نهادهای ما که باید کوشش بکنن همه فرصتی که در دستشان است و همین معلولینی که حمایت میکنه از اون نهاد، این معلولین باید یک جایی برسانه، یک پروژه را برش بگیره آموزشی باشه، یک پروژه بگیره کارآموزی باشه که اینا بتونه به شکل اساس و درستش مایی گرفتن برش یاد بده، نه اینکه برش مایی را بیاره بگی بخو. ډیر ښه شیرزاد وروره، نو تاسو هغه لارې درنو لیدونکو ته وروښو دي چې هغه د معلولینو حق جوړیږي. رښتیا سره که په همدې لارو باندې کار وشي نو حتماً معلولینو ته هم کار کیږي، د دولت نه هم هغه د چا خبره لاس خلاصیږي، دوی به خپله کار کوي. رابه شو دې ته بعضې آلات یا سامان ده چې د معلولینو لپاره په درد خوري، فرض مثال لکه مصنوعي لاسونه یا مصنوعي خپې. دی برخه کې نابینایانو ته څه په کار دي؟ څه باید ورکړل شي چې نورې نړۍ کې نابینایان لري اما په افغانستان کې معلولین نه لري؟ یعنی تاسو څه ته ضرورت لري؟ هغه آلی، هغه وسایل چې تاسو استعمالوئ هغه کومې آلی دي؟ بله دقیقا بعض وسایل و چیزهایی هستن که نابینایان از او باید استفاده بکنن، مثل عصای دستی است که نابینا باید داشته باشه. یعنی
معیاری و اساسی ترین چیزی که نابینایان، معلولین نابینا از او استفاده میکنه، او عصای دستی است که با او میتونه راه خود پیدا بکنه، با او میتونه حرکت بکنه و امو عصای سفیدش نشانی هویتش است و این را ثابت میسازد که نابینا با عصای سفید میتونه حرکت بکنه. ما متاسفانه دو مرکز یا همین مراکز متعدد را داریم، یعنی کم مرکز ها هستند که مثلا لیسه مسلکی نابینایان که اومده اونجا درس میخواندم داشت، امیده برای نابینایان توضیح میکرد، کمیته سیویدن داره، دفتر صرف داره، اما خواهش ما از دولت است که این را کوشش بکنن انکشاف بده، همین عصای سفیده که بتونن نابینا از هر جای به دست بیاره و از او استفاده بکنن. و چیز دیگه ای است که امکانات خیلی وسیع در خارج ما مشاهده میکنیم، مثلا عینکای بسیار مدرن و پیشرفته است برای اشخاص لو ویژن یا کسایی که کم بینا هستن، و گذشته از او بعضی وایبریشن ها هست که مثلا در بند دستشون بسته میشه که با وایبریشن یا مو لرزشی که روی دستشون چی میکنه، میلرزانه دستشون اونو راهنمایی میکنه. اینا وسایل پیشرفته است که هنوز بویش به مشام نابینایان افغانستان نرسیده متاسفانه، بله که اینا اگر امکاناتش باشه این دولت کار بکنه وسایلی است که نابینا نیاز داره به او، و چیزی خاص‌تر که نابینا نیاز داره به او دستگاه بریلر است یا می تایپیس که ما به نام تایپیس میگن، و تایپیس به شکلی است که خط بینایی را به او می نویسن و بریلر شکلی است که به شکل تایپیس است ولی خط بریل می نویسه. اینا اگر وارد افغانستان شوه، پرینترهای بریل اگر وارد افغانستان شوه، بسیار خوب میشه برای معلولین نابینای افغانستان که اونا بتونن از این سهولت ها استفاده بکنن و بتونن همو به درس و تحصیل خود هم رسیدگی بکنن و هم در رفتن برشون سهولت ایجاد شوه. تاسو وړاندې خبر کی یادوري وکړه چې بعضی تبعیزونه دی چې د معلولینو ترمنځ اچول شوي دي، لکه هغه مورزادي معلولین چې هغه یا په سترګو نه بینا، د دنیا ته نه بینا راغلي، یا مثلا یو لاسې مشکل لري یا اخپا مشکل لري خو هغه مورزادي دي، دوی ته چې دولت تبعیض دوی منځ کې اچولی دی، یا دوی ته کار نه ورکوي، یا ورته معاش نه ورکوي، یا یې مستحق نه ګڼي، بله د حل لارې څه شي ده چې بدیل کې په یوس کې څه ورکړي دوی ته؟ راه بدیلش میتونه ای باشه که زمینی کار را برای معلولین، ما قسم قبلا ذکر کردم، حالا میخواییم بر شما بگویم که یکانه راه بدیل برای اشخاصی که تبعیض بالایش واقع شده، یعنی نابینای مادرزاد است یا که مثلا معلولیت دیگه داره، مادرزاد است با معلولینی که در جنگ معلول شده، اینا وقتی که تبعیض ایجاد میکنن برایشان ماش دادن همیشه، راه بدیلش میتونه ای باشه که اگر ماش برش نمیتن، حداقل زمینی کار برایشان مساعد بسازم که اینا بتونه کار بکنه، فعالیت بکنه در جامعه، اگر معلول فیزیکی است یا اگر معلول طبیعی است. قبلا چند قبل شاروالی کابل ایرا برای ما گفتن که ما تعداد از غرفه ها را میخواییم برای معلولین توزیع بکنیم و ایرا میخواییم که در اختیار معلولین قرار بدیم، معلولین نابینا و معلولین فیزیکی. متاسفانه که جای تاسف است که اونا این حرف زدن ولی دنبال نشدن، اگر دنبال شدنم ما بیخبر ماندیم و کسای دیگه معلولین خیالی آمدن وارد کار شدن و معلولین خیالی از او مستفید شدن یا نشدن. خب این باید امی بیقانونی و امی سراسیمگی از دولت ما باید برطرف شود. اولا که معلولین باید تبعیض از بینشان وردارن، اگر معلولین تبعیض از بینش ورداشتن میشه باید یک راه دیگه ای را برای معلولین بسنجن که اینا بتونن در اونجا کار بکنن، فعالیت بکنن، در چوکاتی از او که بتونن امرار معیشت بکنن برای فامیل خود. اینا هر کدامشان خانواده دارن، هر کدامشان فامیل دارن، باید فامیل خود خرجش مصرفش را پوره بکنن. لیدونکو تاسو به اندیښنې، بعضې د معلول ورونه چې هغه په سترګو باندې نه ویني،
اما خلق وای چې د دوی دغه د زړه سترګي بینای یعنی کله چې حرکت کوي یا څه شی را اخلي نو هغه د زړه په دیدی معلومی. نو دا به د شیرزاد ورور نه پوښتنه وکړو. شیرزاد وروره که دا راته ووایې چې تاسو دا دنیا نه ده لیدلې، د کومې زاویې نه ورته ګورئ؟ دا دنیا په خپل فکر کې څنګه انځوروئ چې دا دنیا به څنګه وي؟ تشکر شما. خدمت شما عرض کنم که دیدگاه یک معلول نابینا از محیط ما حولش متفاوت است، به خاطر از اینکه بعضی معلولین نابینا ما داریم که اونا پسان نابینا میشن، یعنی در حدود سنهای 15-16 سالگی اینا نابینا میشن. اینا یک تصویری از محیط ما حول در ذهنشان است، ولی یک دسته از معلولین نابینا ما داریم که اونا از مادرزادی نابینا هستن و هیچ محیط و ماحول خود ندیدن. اینا دنیای خودشان دارن. وقتی که از گل برشان صحبت میشه، من خودم شخصا وقتی که از گل برای من صحبت میشه، وقتی که از درخت و سبزه و چمن و باغ و بستان صحبت میشه، من تصویرهای را پیش خود تجسم میکنم، یعنی خیال پردازی میکنم که گل باید یک قسم باشه، درخت باید یک قسم باشه و سبزه و تمام عظمت طبیعت باید یک قسم باشه. اما تصور نسبت به محیط، مثلا در محیطی که ما قرار میگیرم، شخصا خودم در محیط قرار میگیرم، او محیط ما خودم پیش خود تجسم میکنم که این محیط باید یک قسم باشه و زیبایی های از محیط، مثلا یا کسی برای من میگه که این قسم زیبایی ها داره، یا که من خودم از آواز پرنده ها و از آواز مثلا چیزهایی که در اون محیط هست موجود است، از او آواز من برای خود یک سرنخ، عامیانه بگویم سرنخ میگیرم و تخیلش هم خودم در ذهن خود میسازم. و یک سیمینار گرفته بودن در یک جای، از ما دعوت کردن که ما باید در اونجا برم صحبت بکنم راجع به این که نابینا چه قسم خواب میبینه، یعنی وقتی که خواب میبینه چه قسم خواب میبینه، آیا در خواب خود بینا است یا آیا که در خواب خود نابینا است. این هم برمیگرده به موقع عرفای قبلی ما که بر شما گفتم. نابینا به دو دست است، قبلا هم گفتم، کسایی که پسان نابینا میشه و کسایی که از مادرزاد نابینا است. کسایی که پسان نابینا میشه اونا در خواب بینا است، چیزایی رو که در خواب میبینه کلا به ما در رویا چیزایی رو که میبینه اونا بینا هستند، حس میکنه هر چیزه. و کسایی که نابینای مادرزاد است در خواب هم نابینا است. وقتی که من خودم شخصا خواب میبینم، امو تصویری که از محیط در ذهن من در بیداریم است، در خواب من امو تصاویر میهن در ذهن مجسم میشه. خادر مننه، خوشحال اوسی دا چی مونگ راتلو کلا دستا سکور تا تاسو هغه د لوی سړک پورې راووتئ راغلی. بیا چې کله موټر کې مونږ تاسو کېناستو شیرزاده وروره، نو تا به د ډریور ته وویل چې د چپ لاس ته وغړېږې. بیا دې ویل چې دا مخامخ سپینه دروازه ده، مونږ رارسېدلي وو، یا تا څنګه دا درک کړه چې مونږ دروازې ته نږدې شو؟ خدمت شما عرض کنم که نابینا زمانی که حرکت میکنه در یک مسیر، در یک راه میره، وقتی که با پای پیاده حرکت میکنه هم یک سری علایم و چیزایی را پیش خود مشخص میسازه، که مثلا وقتی که در سرک حرکت میکنه با پای پیاده هم حرکت میکنه، یک جمپ را یا یک مثلا جایی را که از اونجا عبور میکنه او را برای خود علامت گذاری میکنه. وقتی که با موتر حرکت میکنه قبلا از یک شخص میپرسم، مثلا من خودم شخصا میپرسم که این منطقه کجا است. وقتی که از امرای موتر عبور میکنم میگم این منطقه کجا است، خب اون شخص برای من میگه که این منطقه اینجاست. وقتی که موتر از اونجا در اونجا حرکت میکنه، امو جمپ و امو کپرکی که در روی سرگ است، یا مثلا نابینای عموما از طریق گوش
خیلی چیزا را حس میکنه و دریافت میکنه. وقتی که کوچه میایه مثلا از پیش یک کوچه رد میشه، اگر با پای پیاده باشه اما عصای خود وقتی که در زمین میزنه با صدای عصا میره انعکاس میکنه در دیوال، پس به گوش همه شخص نابینا میرسه. از اونجا احساس میکنه که اینجا مثلا خالیگاه اومد یا مثلا اینجا کوچه اومد، باید دور بخورم یا نخورم. اگر در موتر باشه صدای موتر در دیوار میخوره، پس انعکاس میکنه به گوشش و این از اونجا نابینا میفهمه که ما باید کدام طرف دور بخورم و همه قسم علامت گذاری میکنیم پیش خود. قدر منو لیدونکو، تاسو د شیرزاد ورور سره زموږ مرکه اوري ګوري، نو مننه. نابینایان هغه خلک دي چې د زړه سترګې بینا دي. ډېر روغ خلک به تاسو په ټولنه کې ګوري چې هغه د قلم باندې کرښې هم نشي کښلی، خو بعضې داسې معلولین لرو چې هغه کمپیوټر یې کاروي، هغه دوتري کارونه کوي. نو د هغې جملې څخه یو زموږ شیرزاد ورور ده، نن به وګورو چې دی کمپیوټر څنګه کاروي او په دې کمپیوټر نه څنګه کار اخلي. راځئ چې په تصویر کې وګورو. ښه، دغه کمپیوټر به شیرزاد ورور ته ورکړو چې دی څنګه کاروي. خب دوستای عزیز، ما در قدم اول اینجا کمپیوتر خود میخوایم که لطشه یا مو کمپیوتر خود باز بکنم و بعد از او کمپیوتر رو روشن میکنیم و پسورد وارد میکنیم، وارد کمپیوتر میشیم که تا امو فایل هایی که در کمپیوتر است، چپتر های دانشگاه ماست که ما اونا را برش برم و از او استفاده بکنم. بله دوستای عزیز، کمپیوتر ما پسوردش وارد کردیم، باز کردیم دیگه، حال داخل کمپیوتر میشیم. در زمانی که ما پسورد کمپیوتر رو باز میکردم، شما یک صدا رو شنیدین، صدایی که برای ما انانس میدادین، میگفت که ستاره 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 به انگلیسی. این نرم افزاری است که روی کمپیوتر نصب میشه به نام جاز. جاز از چهار حرف JAWS ساخته شده که به معنای Job Access with Speech، یعنی دسترسی به کار توسط صدا. که ما این برنامه رو وقتی روی کمپیوتر نصب کنیم، کمپیوتر رو به شکل کامل گویا میسازه و کمپیوتر قادر به این میسازه که تمام آیکنایی که در روی کمپیوتر است برای ما بازگو بکنه و بخونه که ما بتونیم درک بکنیم که در کدام موقعیت قرار داریم، چی کاری را ما میخواهیم در کمپیوتر انجام بدیم و از کمپیوتر استفاده کنیم. و در این قسمت ما حالا فعلا روی صفحه دسکتاپ هستم، میخواهیم برم درسای خود را پیدا بکنم، فایل هایی که چپتر های پنتون ما به قسم صوتی پیش خود دارم، میخواهیم اونا را دریافت بکنم. سبت 4 صفحه 20. 4 هجوم چنگیز خان بر کشور خوارزم شاه. سبت 5 صفحه 38 فونیم و گرافیم. هو
حروف یا الفبا در حقیقت صورت نوشته فونیم و نمودار نام که تعریف زبان به مفهوم خاص آن در خب دوستای عزیز، در این قسمت ما رفتیم داخل مای کامپیوتر شدیم و از اونجا درایو دی را دریافت کردیم و رفتیم به فولدر کتاب ها، اما لکچرهایی که پیش ما بود او را پلی کردیم و آوردیم برای شما. در این قسمت چون من قبلا هم برای شما گفته بودم که من در دانشگاه کابل زبان ادبیات فارسی دری میخوانم. زبان ادبیات فارسی دری بحثش روی زبان و لهجه است. زبان و لهجه یعنی لازم و ملزوم هم دیگر هستن و زبان و گفتار لازم و ملزوم هم دیگر هستن. قسمی که ما میفهمیم زبان یک سیستم نظامیافتی صوتی است که برای افهام و تفهیم اشخاص به کار میره. وقتی که زبان وجود نداشته باشه، در واقع ما نمیتونیم که افهام و تفهیم بکنیم و یک چیزی را به شخص دیگه انتقال بدیم. و حتی اگر زبان نباشه، اگر زبان نمی بود، ما برای شما چگونه تفهیم میکردم که ما چه قسم میتونم از کامپیوتر استفاده بکنم و چی کار را باید انجام بدم. این همش از برکت زبان گفتار است. و ما زبانهای مختلفی داریم، مثلا زبان گفتار است، زبان نوشتار است و زبان اشاره است، زبان علایم است. مثلا علایم ترافیکی خودش یک زبان است. وقتی که در جای علامت استاپ زده است، یک دریور وقتی که میره حرکت میکنه علامت استاپ میبینه باید استاپ شوه. او چی شد؟ تفهیم شد برای دریور که اینجا باید توی استاپ شوی. زبان اشاره است، مثلا معلولینه مثلا از ناشنوایان نمیشنوند و اونا از زبان اشاره استفاده میکنن. وقتی که همون حرکات موزون انجام میده، حرکات را انجام میده که مثلا برای شخص مقابل تفهیم میکنم، برایش میفهمونه که من اینی چیز میخوایم، اینی چیز مثلا برای ما بیارین، اینی چیز وردارین یا یک چیز را بانین. این خودش یک زبان شد. و همچنان آمدیم روی زبان گفتار که من همراه شما صحبت میکنم. دیگه خدمت شما عرض کنم که علاوه به این که من مثلا قبلا برای شما گفتم که من هم کامپیوتر ساینس میخونم و هم زبان ادبیات فارسی دری، من با برنامه آدیویشن یا می برنامه ورد هم دسترسی دارم. میتونم مثلا با کامپیوتر چیزهایی را بنویسم، چیزی را مثلا بخوانم، یک متن مثلا نوشته شده باشه در کامپیوتر موجود باشه، من میتونم با استفاده از کامپیوتر او را بخوانم و میتونم که با او کار بکنم. خب دوستای عزیز، من حالا میرم بخش ورد باز میکنم و میخوایم در اونجا چیزی بنویسم. شما ما را تعقیب بکنین که ما چگونه میرم بخش ورد باز میکنم و در اونجا می نویسم. بله دوستای عزیز، من در اینجا نوشته کردم که نابینایی ناتوانی نیست. نه، هر کس که نابینا باشه ناتوان برش گفته نمیتونه. لیدونکو تاسو ولیدل د شیرزاد صاحب هغه وړتیاوي، هغه کارونه چې د کمپیوټر څنګه استعمالو، بیا هم لکه د چې په خپل جمله کې ولیکل چې نابینایی ناتوانی نه ده. دا رښتیا سره خدای دې وکړي چې دغه دولت زموږ دې کشر ته چې هغه نابینایان دي، معلولین دي، د دوی د وړتیاو نه کار واخلي. نو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، بیا هم ماشاءالله، خدای دې وکړي چې دې هیواد کې امن او سوله راشي، داسې خلکو ته هم کارونه پیدا شي. نو د نه ډیره مننه. نو درنو یو بل څه شي چې ډیر اړین دي، نابینایان موبایلونه هم کاروي، نه یوازې چې ساده موبایلونه، بلکې د سکرین والا موبایلونه هم کاروي. نن به موږ وګورو چې دی څنګه موبایل کاروي. زما ورور شیرزاد ورور، ماشاءالله تاسو ډیر مهارتونه لرئ، له تاسو ډیره مننه. کمپیوټر روغ خلک، ما وړاندې وویل چې روغ خلک قلم لاس کې نشي نیولی، سترګې جوړې دي، لاسونه جوړ دي، خپې جوړې دي، اما تاسو کمپیوټر استعمالوئ. بیا هغه کمپیوټر چې هغه په انګلیسي باندې دا یا بله ستونزه ده.
خو دې ټولو باندې تاسو د چا خبره برلاسي لري. نو درنو سن اوس به د دغه خبري واورو چې د خپل انډیوال سره څنګه رابطه کوي. دسمه سید نجیب الله سید نجیب الله محمدی تماس گرفته. دوستای عزیز ما ببینم که چی میگه. بله سلام علیکم محمدی صاحب، خوب هستین؟ سلام جناب شهرزاد، خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین؟ زنده باشین محمدی صاحب، بفرمایین. تشکر. اما موضوع مناجرات دانشگاه را مو یک سمینار استاد داده بود، امو را چه رقم سرش کار کردین یا نکردین؟ کار میکنم محمدی صاحب، در این وقتا ما مصروف نوشتن نشستم امشب، اما فصل آخرش سرش کار میکنم، فقط ادیتش مانده، نوشتش خلاص شده. بله ها. بسیار خوب. درست است، درست است. تشکر محمدی صاحب. درست است، درست است. ما برای شما باز روان میکنم، باز شما میشه کوره باز بگیریم. در چی روان میکنیم؟ در واتساپ روان میکنم. ډیره مننه چې وخت دی راک او دغه د خپل کور کې د زموږ ډیره ښه میلمه پالنه وکړه. نو عبدالجلیل شیرزاد وروره، نړۍ نړۍ مننه، خدای دې ژوند درکړي، تاسو اتل یې، تاسو قهرمان یې. سلامت باشین، زنده باشین، بسیار خوش آمدین، بسیار صفا آوردین و تشکر از شما که آمدین در اینجا، صدای معلولین به گوش جامعه میرسانین و معلولین با افراد دیگه بیشتر آشنا میسازین. لیدونکو ډیره مننه، خوشاله اوسئ چې د هیلوبڼ خپرونه مو د پای تر شیبو ولیده. هیله ده نننۍ خپرونه به د ستاسو د خوښۍ سبب ګرځېدلی وي او د دې معلول ورور نه به تاسو یو څه عبرت اخیسته وي. نو تر بلې خپرونې چې د یو بل معلول سره حاضرېږم، ما سهارګل سهر ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې.